قدرت عظیمی در نام عیساست. در متی فصل 1 آیه 21 فرشته خداوند به یوسف گفت که او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد. نام عیسی چنان عظیم و یکتاست که کلام خدا می‌فرماید در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابند. پسر خدا با اینکه از ازل در جلال خودش در آسمان بود، اما به خاطر نجات ما جلال خداوندی خودش را کنار گذاشت و طبیعت بشری به خودش گرفت و انسان شد و کلام خدا میگه که تا به مرگ صلیب مطیع و فروتن شد و صورت غلام بر خودش گرفت. اما این پایان ماجرا نیست. کلام خدا در فیلیپیان 2 میفرماید که خدا نیز عیسی را به غایت سرفراز نمود و نامی به او عطا فرمود که بالاتر از جمیع نام هاست، تا در نام عیسی هر زانوی خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی خداوند است برای جلال خدای پدر. پس از این حیث درک میکنیم که بالاترین اقتدار در تمامی جهان به نام عیسی خداوند عطا شده. در فرهنگ کتاب مقدس نام معرف شخصیت، هویت و هدف اصلی شخص در زندگیه. اما بیاید نگاه کنیم به اینکه چطور نام عیسی نجات دهندمون رو به ما میشناسونه. در عبری این واژه یشوع هست که به معنی یهوه نجات دهنده می باشد. پس میبینیم که این نام معرف ذات الهی عیسی و همچنین مأموریتیه که به خاطرش به این دنیا اومده. او خداست و او نجات دهنده است. او آمده تا به ما حیات بده. او آمده تا ما رو از قدرت محکومیت گناه آزاد کنه. او آمده تا با مرگ خودش بر روی صلیب کسانی رو که بهش ایمان میارن از گناهانشون پاک کنه و اونها رو ببخشه. حالا بیاین نام یشوع رو در زبان عبری بررسی کنیم. همونطور که میدونین در زبان عبری حروف شامل تصاویر هستن و هر تصویر معنای به خصوصی رو میرسونه. یشوع در عبری از حروف یود، شین، واو و آیین تشکیل شده. حرف یود که تصویر یک دسته به معنای خلق کردن و بنا کردنه. حرف شین که تصویر دندانه به معنای خرد کردنه. حرف واو که تصویر میخه به معنای افزودن یا محکم کردنه. و حرف آخر یعنی آیین که تصویر چشمه به معنای دونستن، دیدن و تجربه کردنه. حالا بیان ببینیم از کنار هم قرار دادن این معانی چه مفهومی به دست میاد. یشوع خالقه، داوره و امنیت میبخشه. او دانای مطلقه و ما رو میشناسه و میخواد که او رو تجربه کنیم. کلام خدا یشوع رو سنگ زاویه مینامه. سنگ زاویه یا سنگ اصلی بنا در دوران باستان سنگی بود که کل ساختمون بر اون بنا میشد. یعنی سایر سنگهای بنا بر اون و بر اساس اون قرار میگرفتن و همچنین سنگ زاویه به بنا جهت میداد. این یعنی ما به عنوان سنگهای زنده بر سنگ اصلی بنا یعنی عیسی مسیح به صورت عمارتی روحانی بنا میشیم. همه چیز ما و همه زندگی ما بر عیسی بنا شده. او نگهدارنده و جهت دهنده ماست. همچنین او پیشوا و کامل کننده ایمان ماست. کسی که به خاطر آن خوشی که پیش رو داشت بی حرمتی رو ناچیز شمرد، متحمل صلیب شد و اکنون به دست راست خدا نشسته. عیسی ناظر و شبان جانهای ماست. اوست که ما رو در بلندی ها و پستی ها شبانی و رهبری میکنه و جان ما رو تازه میکنه. او محافظ و مراقب ماست و ما رو مس میکنه و قوت میبخشه. عیسی از ازل بوده و تا به ابد خواهد بود. او در کتاب مکاشفه میگه من آلفا و اومگا، ابتدا و انتها هستم. آلفا و اومگا حروف اول و آخر الفبای یونانی هستند که در الفبای عبری این حروف آلف و تاو هستند. آلف که به معنی رهبر، قوت و اولین هست، تصویر گاو نر و نماد کفاره گناه و قربانی کاهن اعظم ما عیسی مسیحه. و تاف که در عبری عهد عتیق به شکل صلیب بود نماد عهد و مهر کردنه و این یعنی عیسی عهد جدید خدا با ماست. روح القدس او ما رو مهر کرده و از طریق خون این قربانی بر صلیب جلجتا ما وارد رابطه عهدی با خدا شدیم. برای شناخت بهتر نام عیسی میتونیم به هفت من هستم او در کتاب یوحنا نگاه کنیم و جالبه بدونین که این هفت من هستم رابطه مستقیمی با خیمه ملاقات موسی و وسایل داخل اون داره که به ما نشون میده خدا چطور در عهد عتیق به عیسی اشاره میکنه و قوم رو متوجه مسیحای موعود میکنه. در خروج فصل 40 آیات 1 تا 16 میبینیم که خدا چطور درباره برپایی خیمه ملاقات به موسی دستورالعمل دقیقی میده و به او میگه که ابتدا صندوق شهادت رو در قدس الاقداس قرار بده و میدونیم که لوحای سنگی ده فرمان یعنی کلام شریعت خدا در درون صندوق شهادت قرار میگیره و میدونیم که یوحنا فصل 1 آیه 1 به ما میگه که عیسی کلمه خداست. بعد از اون خدا به موسی میگه که میز نان تقدمه رو درون قدس قرار بده و اینجاست که با اولین من هستم عیسی روبرو میشیم.
او در یوحنا فصل 6 آیه 35 میگه نان حیات من هستم، هر که نزد من آید هرگز گرسنه نشود. سپس خدا از موسی میخواد که چراغدان‌ها رو در جای خودشون در مقابل میز تقدمه قرار بده و اینجاست که ما دومین من هستم عیسی رو میبینیم، جایی که او در یوحنا فصل 8 آیه 12 میگه من نور جهانم، هر که از من پیروی کند هرگز در تاریکی راه نخواهد پیمود، بلکه از نور زندگی برخوردار خواهد بود. بعد از اون میبینیم که خدا به در قدس و پرده‌ای که قدس را از صحن خیمه جدا میکنه اشاره میکنه. عیسی در یوحنا فصل 10 آیه 9 میگه من در هستم، هر که از راه من داخل شود نجات خواهد یافت و آزادانه به درون خواهد آمد و بیرون خواهد رفت و چراگاه خواهد یافت. بلافاصله بعد از در خدا درباره مذبح قربانی تمام سوز صحبت میکنه. در یوحنا فصل 10 آیه 11 میبینیم که عیسی میگه من شبان نیکو هستم، شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان مینهد. و بعد از اونه که خدا به موسی میگه حوض برنجین رو بین مذبح قربانی و خیمه ملاقات قرار بده و در اون آب بریز. اینجاست که با پنجمین من هستم مواجه میشیم. عیسی در یوحنا فصل 11 آیه 25 گفت قیامت و حیات منم، آن که به من ایمان آورد حتی اگر بمیرد زنده خواهد شد. در اینجا خدا به موسی میگه که صحن رو برپا کنه و پرده مدخل ورودی صحن رو بیاویزه و اینجاست که ششمین من هستم رو پیدا میکنیم، وقتی که عیسی در یوحنا فصل 14 آیه 6 گفت من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به واسطه من نزد پدر نمیآید. و در نهایت خدا به موسی میگه که اسباب خیمه و کاهنان رو با روغن مس کنه. در هفتمین من هستم عیسی در یوحنا 15 میگه من تاک هستم و شما شاخه های آن، کسی که در من میماند و من در او میوه بسیار میآورد، زیرا جدا از من هیچ نمیتوانید کرد. مسح خدا به معنی تایید و کار خدا در ما و از طریق ماست و با موندن در او و کلامش ما میتونیم به عنوان کاهنان خداوند برای او میوه و ثمر بیاریم و به نیکویی او را خدمت کنیم. همونطور که گفتیم تمام کتب عهد عتیق به عیسی اشاره دارن. به عنوان نمونه در پیدایش عیسی روح حیاته. همچنین در کتاب پیدایش باب 5 شجره نامه‌ای وجود داره که به نسل آدم تا نوح اشاره میکنه و از اونجایی که در کلام خدا حتی یک واو هم اضافه و بیدلیل نیست، از کنار هم قرار دادن معانی ریشه های این اسامی به پیغام جالبی درباره عیسی مسیح میرسیم. بیاین با هم بررسیش کنیم. اولین نام آدم هست که یکی از معانی اون انسان اول هست. دومین نام پسر آدم یعنی شیس هست که به معنی برگزیده است. بعدی انوش از ریشه کلمه‌ای به معنی فانی هست. پسر انوش قینان که ریشه نام او به معنی درد و رنج. فرزند قینان محللیل بود که نامش به معنی خدای متبارک هست. بعدی یارد به معنی نزول از ریشه‌ای با این معنی باید به پایین بیاید. خنوخ پسر یارد بود که نام او از ریشه کلمه‌ای با معنی تعلیم دادنه. بعد از خنوخ پسرش متوشاله هست که ریشه نام او دو معنی داره که یکی از اونها اینه مرگ او خواهد آورد. لمک پدر او نامش به معنی قدرتمنده و در پایان نوح به معنی آرامی و استراحته. از کنار هم قرار دادن معانی ریشه تمامی این اسامی به این عبارت میرسیم. انسان درد و رنج فانی را برگزید. خدای متبارک باید نزول کند و تعلیم دهد که مرگ او آرامشی عظیم خواهد آورد. در کتاب خروج عیسی قربانی پسخ ماست. در لاویان او کاهن اعظم ماست. وظیفه کاهن اعظم گذراندن قربانی برای گناهان قوم و شفاعت برای اونها در نزد خدا بود. عیسی خودش رو برای گناهان ما قربانی کرد و امروز در دست راست خدای پدر برای ما شفاعت میکنه. در اعداد عیسی ابر در روز و آتش در شب. قوم اسرائیل نیازمند هیچ چیز نبودن، نه لباس، نه مسکن، نه خوراک. همونطور که امروز عیسی همه چیز ماست و فرموده نگران هیچ چیز نباشید. آیا میتونین دعا کنین و خودتون با مکاشفه روح خدا عیسی رو در سایر کتب عهد عتیق پیدا کنین؟ حتما میتونین. حالا که همه اینا رو درباره خداوند و نجات دهندمون عیسی مسیح یاد گرفتیم، بیایید با هم دعا کنیم. عیسی خداوند، سپاسگزارم برای کار تمام شده تو بر صلیب. شکرگزارم برای نام عظیم تو که در نام تو هر زانوی خم میشه و هر زبانی اقرار میکنه که تو خداوندی. تو نور جهان هستی، نان حیات و تاک حقیقی هستی. تو پسر ازلی و ابدی پدر، زنده جاوید هستی. عیسی جان، منو بیشتر به عمقهای خودت ببر و عمیقتر با خودت آشنا کن تا تو رو بشناسم و با قوت روحت در طریقهای تو گام بردارم.
تا هر روز بیشتر و بیشتر به شباهت تو در بیام و زندگی من باعث جلال نام تو بشه. در نام عیسی مسیح، آمین.